خب بیندای گرامی، شب است که نزدیک میشیم به ایسته به ماه مبارک رمضان و همچنین شب است که به اصطلاح آخری شب از شبهای قدر است و در چوی شب ما خواستیم که یک شب هم خاطره‌ای باشه برای شما و هم یک شبه باشه که روحانی تر باشه. میریم این بار در تورنتو به سراغ یکی از هموطنان بسیار عزیز ما، هموطنان بسیار با عزت ما، هموطن بسیار فعال، فعال در عرصه های مختلف که یکی دو بخش من میگم با تقیه خودشون خواستن اونا هم بیشتر تازه میتن در عرصه های اجتماعی و مثلا بسیار فعال هستن، چهره بسیار خوشنام و قابل احترام. ما در تورنتو میریم با سراغ دوست بسیار عزیز ما محترم آقای نعمت الله مجددی که شما با پرده تلویزیون اونا را میبینید. مجددی صاحب، برای شما سلام تقدیم میکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر محترم، دانشمند محترم، عزیز برای همگی، عزیز دلها خالد نصیر برادر بزرگ ما. علیکم السلام به شما و برای تمام دوستایی که بیننده برنامه خوب شما هست. شما با سلامت باشین، ممنون شما محبت کردین و تشکر از این که امشب با ما هستین در آخرین شب از شبهای قدر، واقعا این شب هاییست که باید آدم بیشتر صحبت کنه و تا ما در دیگه شب ها نتونستم، هموطنان ما خبر دارن که هم من تنها هستم، هم همین برنامه های رمضانی برای ما جنجال بود و در عین زمان صحت خوب هم نداشتیم، به اون خاطر نه اگر نتونستیم امشب با مجددی سب یک جا جبران میکنیم. خب به هر حال بایسته به این که پیش از این که از شبهای قدر بگوییم، البته برای آخر میذاریم تا هموطنان ما هم منتظر بانن و در آخر لحظات با یک ذکر و با یک نیایش و با یک دعای ختم کنیم و باید بگذاریم که وطنداران ما خودشون در خانه های خود دعا کنن و نیایش کنن به دربار خالق یکتا در آخرین شب از شب قدر. اما امسال ماه مبارک رمضان چطور گذشت مجددی صاحب؟ چطور متفاوت بود نسبت به رمضان هایی که ما و شما در زندگی تیر کرده بودیم؟ یقین خالد صاحب، همونطور که گفتین این جمله را شاید هر کسی بگوید که رمضان متفاوت بود. اگر اینطور بگوییم که به دو رقم فکرش کنیم، کمی طبیعی است برای هر مسلمان از امو حالت عادیش برآمده بود، تبعیض مسائل تراویح و مسجد و دیدار دیگه مسلمان ها و همسایه ها از اینا یا فامیل ها و یا افطاری بردن، بسا مسائل بود که از او محروم بوده، مظاهر است که در او مسئلهش از او زاویش همگی احساس خوشی نداشتن. اما شما باور کنین بسیار زیاد متفاوت، بسیار رمضان زیبا از زاویه زیباییش اگر برش ببینیم، اولین رمضان شاید بود برای همگی و من خودم هم که شما از ما پرسان کردیم تا یک تجربه بس عظیمی که با اولادا با فامیل مثال جماعت ها کردیم، صحبت ها کردیم، تقسیم بندی کردیم اوقات و بسیار خود ما حاکم خود بودیم، کسی دیگه والای ما حاکم نبود و ظاهراً هوایی که امسال خدای تعالی برای همگی نصیب کرد، چه در وطن چه در این خارجه ها، همگی احساس تشنگی و گشنگی چیزی نکرده و این خودش بسیار بسیار جای سعادت بود که ما چند لحظه را یافتیم که حتی در تنهایی ها، چه در روز چه در شب، با خدای یکتای خود راز و نیازی داشته باشیم و با اولادا و فامیل ببینیم که واقعا اینا چقدر زحمات در خانه میکشن، تنهایی اولادا چطور است، خصوصا سیاسرا زندگیشان از نزدیک دیدیم، شنیده بودیم اما شنیدن کی بود مانند دیدن. بسیار رمضان زیبا، بسیار عالی بود و ای که هر روز فرصت داشتیم که میمانای خود
مثل شما و بعضی دیگه دوستان در خانه ها ما می آمدن سر میمان ما می شدن با اینا وقت می گذشتندیم. الحمدلله بسیار رمضان خوبی بود. تشکر. یک دوست ما رو پرسون کردیم گفتیم قرنطین چطور است؟ گفت والا قرنطین یک خوبی شد که ما احساس کردیم که اولادم داریم و از این نعمت پروردگار بی نصیب بودیم. نمی فهمیم که لطف چقدر زیبایی های در داخل خانه وجود داره و ما همیش در کار بیرون بودیم و دور از این زیبایی ها و لطف و بازی های با خانواده داشتیم و تو ساده تر بگویم که گفت که حال ما بالاخره شناخ بین همدیگه پیدا کردیم. من؟ مادر با فرزندا با والدین که گفت یه خوبه. شاید هم در این مسئله در این قرنطین حکمت نهفته بود که ما بخبر بدیم، ولی خب توضیح دادیم که بسیار زیبایی های دیگه داشت که این قرنطین هم نفهمیدیم. ولی به هر حال رمضان بسیار تشویش خلق کرده بود آقای مجددی در پیش از فرا رسیدن. بله پیش از آمدن تشویش هایی بود، اما اونمو سر امو نقطه اگر هر چقدر بپیچیم او بسیار خوب است که بپیچیم، چون باز ما خود انسان های فراموشکار هستیم در مجموع انسان ها و باز ما افغان ها بگوییم بسیار زیاد خوبی ها را از یاد میبریم. این هر چقدر صحبت شده که تایی به شکل ملکه در دل و وجود ما جای بگیره و این نعمت های بزرگ خداونده که این فامیل بوده و این عبادات پروردگار بوده این نشه که ما مثل که او روز هم خودت مسئله دیگر هم گفتی که باز نشه که بعد از رمضان همون میدان و تای میدان همون با حالت سابقه ما تبصره های خودت هم خوبیشی خود از همون زبان شما داشت دیگر او طور نشه که ما تغییر بخوریم به او خاطر این را تذکر بکنیم. امی که بار بار یاد میشه یک مثال بسار مثال ترافیکی براتان میگم، مثال روی بازار و عامیانه را بعضی ها میگن سوال برشان است که چرا خیر ما بار بار مثال قرآن تلاوت کنیم یا با نماز یا با عبادات خود قد تکراری؟ چرا ما و شما حتی در این نظام بشری بیاییم سیب خوب خبر داریم که $2,500 تکت از دست بیدیم، خوب خبر داریم که مثال پاینت ما میره یا در افغانستان در هم جای به اشکال مختلف آدم این که حساب بکنه، با وجود این که وقتی که لایسنس اول ابتدایی تا میگیری میگه که در از 40 در 45 نرو، مغزت هم میره میفهمه، موترت هم برات نشان میده، سرعت خودت هم احساس میکنی، اما بعد از هر کیلومتر یا دو کیلومتر ببینی که یک لوحه یک دیگه است که مکزیمم چه به خاطر از این که ما از فراموش میکنیم. پس این خودی های خود را نباید فراموش کنیم. حضرت ابوالمعالی چه خوب زیبا میفرماید که دلیست در بغلت بکن و تسلی باش، چو آهوان زهوا نافجور شدن ستم است. ما دلی در بغل داریم، یک را به خود اگر رجوع بکنیم این درون ما یک بحر خروشانی یا یک دنیای بسیار بس عظیمی افتیده که اکثر اون را ما از یاد بردیم، به ظواهر و مسائل مادیات پیچیدیم و این بهترین موقع خودشناسی بود، اما اون خودشناسیه که انسان را به خدا میرسانه یا خود را تا نشناسی به خدا نمیرسی. مقوله معروف است که من عرف نفسه فقد عرف ربه. ما به یقین وقتی رب خود را میشناسیم که خود را به دناعت و پستی در مقابل پروردگار بشناسیم که بازو ذات عظیمه، و یا در دنیا و دنیاداری ما تا خود را به نسبت خود نشناسم ما به مناسبت شما چی بشناسم شما را؟ بس خود را بهترین وقتش بود که پرکتس کنیم و این را به خیر ادامه میتیم انشاءالله. همین تعهد داریم زنده آگاه بسیار خوب پیش میریم به خیر. بعد از یوم ده 11 خداوند توفیق بده تنها در زبان نباشه و عمل انشاءالله خدا همه ما و شما را جور و صحتمند داشته باشه از کرونا بدون که باز به خیلی ایالات پرکتس کنیم. زنده باشین. تشکر. و راستی هم یک دوری بود این قرنطین، مثلا همین ماه مبارک رمضان یک دوری خودشناسی بود که بیشتر آدم میتونست که انوز هم فرصت شداره که آدم با خود پیانده شود خود عدقل درک کنه. وقتی خود درک کرد به خدا رسیده و امی در مبالا شما صحبت کردی شعر از سایلی بزرگ هم یادم اومد که
یک گشوی موسا حسا در دست توست، خود مسیحا شو شفا در دست توست. غرق کن فرعون نفس خیش را، محو کن فکر خطا اندیش را. یعنی اگر ما در همین ماه مبارک رمضان واقعا به یک خودشناسی پرداخته باشیم و بسیار مسائل اساس زندگی هم شاید ما پی برده باشیم و شاید درک کرده باشیم که بسیار چیزهایی بوده که ما فکر میکردیم که کارهای نیکوی بوده ولی کارهای زشت بوده و اون چیزها رو ما میتونیم که پس دوباره اصلاح کنیم و زندگی بعد از کرونایی را که خدا کنه که بعد از کرونا زندگی باشه که ما باید دید بسیار خوبتر و باستر و زیباتر آغاز کنیم. باز یک سوال خودمونی میکنیم بین خود ما. خوب است که امشیره نیستم که شما که ترس و وحشت رو نداشته باشین. شما بیشتر گفتین که کارهای خانه رو دیدین، کارهای جنجالای خانه رو دیدین، مشکلات رو مخصوصا خانه ها در خانه دارن و مخصوصا خانم های افغان او رو هم به چشم سر دیدین. شما در ماه مبارک رمضان با چه کارهایی کردین؟ چی سهمی گرفتین در کارهای خانه؟ والا صاحب حداقل یک سهم بسیار کلان گرفتم که کم قار کردم. اما قدرم که از شانه امیخ مسکینا ما کم کنه بسیار زیاد هستم. این خلاصی هم که کوشش کردم. چرا بسا اوقات است که ما در بیرون شیر مانند نمی باشیم و در خانه که می رسیم همون مطلع معروف واقعا ما داریم، این آدم حقیقت قبول بکنه. اما لله الحمد یکی از زیبایی های زندگی همی است که خداوند در شکر گذار استم که الحمدلله خانمای افغان و خانمای مسلمانی که خداوند به ما و شما نصیب کرده کوشش میکنن که اصلا به ما موقع نتن که ما کار کنیم. این حقیقت ما اقرار میکنم. اما به عنوان از این که بیا کار کنم سب یک دو دفعه سب خوب یک ازبکی پلاو پختم یک شب دیگه هم سب کل مکمل کارش کردم. یعنی خورده خوش شد فضل خدا. والا او را دیگه پرسان نکنیم سب. یا ایست که بخیر باز بیاین یک روز که بخیر رو بخوریم یک جایی که میشه خود. چرا آدمخ و آخر شب امتیانم است. بله. در سیش یعنی تقریبا در 28 شب ماه مبارک رمضان شاید 28 قسم اوسانه بالای ما پخته کرده باشن. و امشب هم اوسانی خاصی را گفتم که پخته نکردیم قبلا و از کس پرسانم نمی کنم. ترتیبات شده دادیم، ترتیبات شده چه قسم میایه به خالق احمد. این به خاطر گفتم بیده گرامی که ما صحبتی که با آقای مجدی میکنیم پیش از افطار است و شما صحبت ما رو بعد از افطار میشنوین دیگه نمیشه که بگوین که مزید چطور بود. خب جناب مجدی صاحب بگی کم مختصر از کارهای اجتماعی تانم بگوین برای بیده گرامی ما که باز آیسته ایسته برسیم به وسیله اصلی که شب قدر است. زنده باشین، تشکر. در اجتماع تا حدی که ابو کوشش کردیم رفع مسئولیت بکنیم که کرده نتانستیم. اجتماع افغانی ما در خصوصا در کانادا بسیار زیاد ضرورت داره که او کار کرده شود. لله الحمد افغانستان رو میگذاریم. وقتی از 2003 که ما اینجا آمدیم تقریبا 16-17 سال میشه. از او اوائل با مساجد و کمیونیتی افغانی و با خانقه هایی که اینجا وجود داره خبر دارن دوستا، اگر خبر نباشن او شکل خانقه هایی که در وطن بوده طبعا اونطور نیسته، اما یک جایی را دوستا کوشش کردن بگرن دوستی جایی را که اونجا جمع میشه مردم ماهی یک بار و 11 ماه شریف و ذکر و اذکار میکنن و یاد و یاد بوده اکثرا عرصا را منعقد میکنن که در اونجا یاد از بزرگا میشه با صحبت و سخنرانی و با نعتخوانی و اذکار. این خانقه هاست که میمونه در اونجا بسیار زیاد. الحمدلله همیشه مصروف بودیم و دوستا خواهش کردن یک چیزی آمادگی کردیم اونجا گفتیم و باز بعد از او آهسته آهسته در چند سال اخیر نظر به ضرورت و نظر به این که افغانای ما اینجا خصوصا کسایی که نو تشریف میارن
اینا بسیار مشکلات زیاد می داشته باشن. یکی و در بخش دوم بخش مسائل ساختارهای خانوادگی و تغییر امی جامعه کی جب اسلامی تن و تغییر کلتور بسا مشکلات را در فامیلا ایجاد میکنه. باز امیره به اصطلاح با همکاری بعض دوستای دیگه یک انجیوی بلکل رضاکارانه راجستر شد به دولت کانادا که تا به حال رضاکارانه روان است و نام ANSS یا مرکز خدمات اجتماعی افغان. در موجه همراه آقای مفکر، زبرخان مفکر و بسا دوستای دیگه که اصلا دوج امرایشان همکاری را شروع کردیم و در بخش‌های مختلف مثال کاریابی، خصوصا کسایی که نو میاین، مسائل مسکن، مسائل آماده ساختن اونا به دولت و پر کردن فرم‌ها و باز بسا اوقات در افغانستان مسائلی که میشه مسائل بزرگ اون ایجه محافل گرفتن و یادبود امو وطن را کردن در روزای ملی، روزای بزرگ و در وقت ضرورت مظاهراتی رایجه برای انداخته شده. در این مسائل با مردم به شکل اجتماعی البته و در شکل انفرادیش هم الحمدلله در خدمت هستم. امیال یا میگم هر افغان ما، هر دوست ما مشاورت های ضرورت داشته باشه فی سبیل الله، یعنی کدام دفتر مشاورتی ندارم، اما در بین جوانان الحمدلله که با برادرای پشتون، با برادرای تاجک، با همه یکسان ما زبانای ملی خود حاکم هستم، ایره به افتخار میگم. الحمدلله ما اکثریت دوستای مگر بگویم پشتو زبان است، الحمدلله شکر با اونا دارم، اما به اصطلاح همیش آمدن، همیش ضروریاتی که پیش شده ما در خدمت بودیم، ما در خدمت هستیم. کسایی که اینجا بیننده هست و آشنایی دارن اونا و اگر ندارن هم ما در خدمت هستیم و همیش شتابان به طرفتان، به سراغتان میایم اگر ضرورتی باشه اطمان بخیر. این طور خدمات اجتماعی تیتو پاشان و اگر به منسجمش اونمو دفتر است که حالی هم است و اسکاربرو دفتر است، اما در هر جای دوستا و اینا که بخواین دفتر به خدمتشان میرسه و رسیدگی کرده که تا به حال 450 کیس را در یک نیم سال، دو سال دفتر 450 کیس رسمی داریم که راجستر شده، افغان آمدن، کارشان اجرا شده. اگر به هر شکلی بوده بعضی وقت به زندان ها سری زدیم، برادرای افغان ما، خواهرای ما کجا به زندان ها است به اونا رسیدیم، مسائل ترجمانی، مسائل خود بین فامیلا جور آمد ها کردیم که از زندان تا می فهمیم حالات می آیند، خانما رو پس به شوهرایشان رساندیم دیگه. اینه تور کارکا کم کم کردیم. بفرمایید. زنده باشین. تشکر واقعا برتون تبریک میگم. موفقیت های بیشتر روزو میکنم. مسئله آخر شما یاد کردین، قابل تشویش هم هست که ما بعضا کسانی داریم که روانه زندان میشن و جوانای ماست معمولا و یا هم خانوادهایی که زندگیشون به هم میخوره که اینا روانه زندان میشن. و در این قسمت پارسال هم تصمیم داشتم که سرش کار کنیم، امسال هم میخوایم که ما مجلس مختصر میگم که وقت ما کم مانده که با یک صحبت سرت قدر داشته باشیم. ما از سال 1990 ما خودم شخصا کار کردیم، فرزند بعد از اتحادی افغان دومی اتحادی رسمی که ساخته شد اتحادی ما بود که افغان هب سنتر بود که تقریبا 2500 نفر ما در وقت زمان اسپانسر داشتیم. بعدا انجمن زنها فعالیت را شروع کرد و همه چطور انجمن های دیگه آمدن روی کار، آمدن کار کردن و تلاش، هر کدام تلاش میکنن که خدمات را انجام بدن. اما کلیت انجمن ها یک کم بود داشتن، به شمول ما، به شمول شما، به شمول همگی. و اوی بوده که ما واقعا برای نسل جوان خود کار نکردیم. ما برای نسل جوان خود هیچ غذایی ندادیم که روحن اونا رو ما تغذیه کنیم، ولی همیش انتقاد کردیمشان، همیش گفتیم که خدای نخواسته بیراستن، گمراستن، به زندان میرن، به جنگ میکنن، دعوا میکنن، حتی مسائل مواد مخدر دست میزنن. اما هیچ وقت از خود نپرسیدیم که ما برای نسل جوان خود مثل دیگه کمیونیتی ها چی کردیم که ما امروز بگیم که نسل جوان نیست. امیدوار هستم در این بخش ما و شما با همکاری تمام انجمن ها
یک کمیسیون ساخته شود که ما هر هفته مطالب را برای جوان خود داشته باشیم. اگر حال فعلا مشکلات بیشتره ما میتونیم که برنامه آموزشی در همین زوم داشته باشیم، مثلا زوم تا 200 نفر گنجایش داره برای که میتونه که همه حضور داشته باشه صحبت هایش. ولی به هر حال در یک بحث دیگه صحبت میکنیم. موافق هستین با ما در این بخش؟ یعنی 100% موافق. و من نمیفهمینم ما شما هیچ خبری نداشتیم امروز این مسئله مطرح شد بین ما. همین مجلس آخر بورد را که ما داشتیم اولین بخش ایجنده ما را اینمی تعیین کرده بودیم و سر از این صحبت کردیم که چگونه میتوان با اینمی مسائل، خصوصا چرا دو جوانی که در می اواخر کشته شد از افغان ها، بعد ما با فامیلای اونا ارتباط گرفتیم و همین را عیناً به شکل شما گفتیم چگونه ما بتانیم یک منسجم بسازیم تماما، یعنی به اصطلاح همین دستندرکارا کسایی که یعنی اونا چیز فهم و دفاتر رو یک جوان عزیز برای من یک روز یک گپی رزد که واقعا یک درس بزرگ بود برای من که گفت برای من گفت که شما همیش از آدرس جوان ها گپ میذارین، من رو گفت اما آیا میفهمید که درد جوان امروزی چی هست؟ خواست جوان امروزی چی هست؟ مشکل جوان امروزی چی هست؟ مشکل جوان با اجتماع چیز؟ مشکل جوان با خانواده چیز؟ مشکل خانواده با جوان چیز؟ این چیزا را واقعا بفهمید که این خود از یک کم بود است که انشالله از برکت ماه مبارک رمضان ما شما به حب بعد از هفته رمضان صحبت میکنیم و کش میگیم یک برنامه خاص امگانی از تمام انجمنها و اینا داشته باشیم و در این رابطه میتونی کار کنیم. مجلس ما وقت برنامه برای ما چی هست؟ ما شما 15 دقیقه دیگه وقت داریم که از شما در رابطه با قدر بشنیم. چرا مردم قدر میگن؟ یکی که با در پروگرام دیشب هم صحبت داشتیم، یک تعریف کردیم از شبهای قدر، ولی دوست داریم که از شما هم بشنیم برای چند دقیقه که چرا در شبهای قدر مردم باید عبادت بیشتر کنن، چی را اصلا جستجو میکنن در شبهای قدر. مهربانی کنین. تشکر، زنده باشین. واقعا در یکی از مسائلی که بسیار باید به عمق دیده شوه و باید به او ببینیم به حیث مسلمان، یکی از مسائل از او واقعا شب قدر است. ببینیم اگر این رایتور به یک مثال زنده بسازیم شاید بسیار زیاد نزدیک شوه به این که علما اکثریت موارد و زوایای مختلف شب قدر الحمدلله صحبت کردن، دوستان معلومات کافی دارن. اما بیاییم که از یک زاویه عرفانی به این ببینیم. فکر کنیم که ماه مبارک رمضان یک مظروف است، یک ظرف است میبخشه، و در این ظرف امو تماما لب و لباب چیزی که در این ظرف مظروفی که در این انداخته شده امو خلاصه و زبده از او قرآن عظیم الشان است. و این قرآن عظیم الشان بازی را ببینیم که از این دنیا نیست، از این عالم نیست، کلام الله است. و بالاخره این کلام الله را در یک شب از لوح محفوظ به آسمان دنیا حضرت حق سبحانه و تعالی نازل میکنه و اینمی شب شب قدر است. پس بزرگیش از اینمی جا بدانیم که ایخو بزرگی این شب است که به اینقدر بلند و بالا شبی که پروردگار به این عظمت ایره بر ما تحفه داده این شب قدر است. اما این که ما از این شب قدر چگونه استفاده کنیم، خب در تعریفش که ما گفتیم صحبت کردیم، شبی است که قدر به چندین معنا گرفته شده، یکی امو قضا و قدر به اصطلاح که ما میگیم به اون مناسبت، قدر و اندازه و مقدار اعمال انسان تا به سال دیگه در همین شب تعیین میشه و شب قدردانی هم گفته شده که قدردانی قرآن است. و می مناسبت ها حضرت حق سبحانه و تعالی در کلام خود واضح میفرماید که عبادت از این شب و یا خود همین شب از 83 سال کرده که هزار ماه در قرآن یاد میکنه که بیش 83 سال را میگره
یعنی اگر تمام عمر ما عبادت بکنیم مکمل عمر توند او اگر بخوابیم از صدها باید عمر ما بالا باشه، باز هم این شب فضیلت چیزش بلندتر میشه. دیگه این شبی است که سبحان الله در این شب ملائکه ها میایه و به دعای ما آمین میگه. و اگر ما به الله خود ایمان داریم و او پروردگار خود که تمام کلامش حق است، این کلام واضحشه باید قبول بکنیم و این بر خود عملی بکنیم. این شب شب بسیار بزرگ است، شبی است که ما باید به خدای خود بسیار نزدیک شویم. و این شب باز در حدیث شریف نیه که در شبهای خلاصی از دوزخ که دهه اخیر است در اون واقع شده، در ده شب اخیر. و در این شب مثل اونمو کسی که اگر در مسابقه باشه و در مسابقه مثال اسدوانی باشه، در آخرین لحظاتی که عالم و رنگ ها پوره می شده، یک اسب سوار یا یک شاه سوار کوشش میکنه که آنچه انرژی در خودش و در اسبش هست او را به خرج بده که ام مقام اول بگیره و یا به کامیابی برسه و یا از پس ماندن به اصطلاح خود را خلاص بکنه. این شب را خداوند تبارک و تعالی به خاطر اونمو بنده هایش که نکنه که یک تعداد مایوس مانده باشه که ما خود چیزی کرده نتانستیم، خداوند ای را برش طرفه میته که در این شب بنده خود را از گناه ها پاک بکنه، یعنی که توبه بکنه. توبه بهترین پاک کننده تمام گناه ها است. توبه اینمی شبش است. اینمی فهمیم که یکی از پیغمبرای بسیار بزرگ حضرت عزیر علیه السلام خداوند در قرآن از ایوشان قصه شمیره که به قریه نه که قریه برهم میخورده باشه و باز خودش میمیرانش، صد سال بعد زنده میشه و این سوال میکنه که خدایا آیا امکان داره که این قریه پس احیا شوه؟ خداوند خودش هم میمیرانه و صد سال بعد احیایش میکنه که این قریه آباد شده. میگه چطور؟ میگه من این حکمت را به این نشان دادم که خداوند این قدرت را داره. بعد این خداوند به این پیغمبر یک مسیج میده، به اصطلاح یک کار به عهدهش میسپاره که بنی اسرائیل بعد از اون پس دوباره زنده میشن. میفهمیم او در تمام دعوت نبوت خود یک دعوت کرد، توبه توبه توبه. وقتی که توبه کردن باز بعد از او خداوند قبول کرد توبه شده و باز میفهمیم که بعدا پادشاهی داود علیه السلام و سلیمان علیه السلام از اثر توبه به این مردم داد و بهترین مخلوقات وقتش اینا را ساخت. پس ما و شما اگر بخواهیم این شب قدرش را بدانیم، گرچه الحمدلله هر شب شب قدر است، قدر معروفی که است این یک شبی که نمیم شب است که ما و شما و خیر به طرفش میریم، شب 29 در حدیث مبارک بالکل به نام این شب یاد شده، 25 و 27 و 29 و یا شبهای طاق اخیر و یا 10 شب اخیر، کلش در حدیث صحیح وارد است. یعنی در هر کدامش تالا ما را نمیخواه به دوزخ بریم، هیچ بنده خدا نمیخواه که او بدون بخشش مانه، به هر کسی یک نوانه یک بهانه میسازه. پس او خدای ما را دوست داره، اسلام ما بسیار عزیز است، دین بسیار والا و دوست داشتنی داریم. با والله که مشکل هم نیست، مشکل نسازیم بر خود. آنچه که الله گفته او را به شکل واقعیش اگر ما عملی میکنیم، بیننده های عزیز و برادرم، که ما باور بکنیم که آسانتر معفی میشه. آسان الله تعالی بر ما مخارجش جور میکنه. آیت قرآن عظیم شان است که کسی که بخواید که او نزدیک بیه، خداوند بر از او راهایش باز میکنه، آسان میسازه بر ما. این شب آسانی ها است، شب عبادت است، شبی است که با همگی ودا بگوییم. الودای رمضان یک ساعت پس بخوانیم، در این شب از امیشان با دیگرها الودا بگوییم. بگوییم بانین برادر اگر خواهرم ما روانی که ما در گوشگک نبی علیه صلات و السلام خصلتشان بود. مؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرمایند که در 10 شب اخیر کمر خود را میبستن و به عبادت میپرداختن. ما اگر کلش نتانستیم، حالا چانس داریم الحمدلله. این شما هستید در کلام یک ثواب شامل شدید که ما را هم این را بیاد دادید و دیگرها را هم یاد دادید. اگر کسای تابال آمادگی نگرفته بود، این شب نیست، یک شبک است. بابا بسیار زود تیر میشه.
ایشب را به رب به یک 29 مانده 27 از ما گذشت، میشه که از ما عبادات ما را چه رقم بود، تانستیم نتانستیم؟ پس بسیار شب بزرگی است با احادیث و با آیات مبارک. او را میگذاریم به خود بیننده ها، خودشان تحقیق کنن، خودشان انشاءالله همه میفهمن، همه مسلمان است. برای تشویق و ترغیب اینه میره میگیم که اگه میخواییم که بخیر امین به اصطلاح امو هدف را به دست بیاریم، اگر میخواییم که الله خود راضی کنیم، امشب مثل یک طفل که میخواید و دامن مادر بلا تشویق خود مندازه و خوب شلگی کنیم، خوب به خدای تعالی و دوستای خود دعا بکنیم، نام گرفته دعا بکنیم، شب خود را از خود بسازیم. دیگه شبها از دیگرها بود، امشب ما از خود ما باشه. اینی پیام شب قدر است. اگر قدری شب را بدانیم، باز شب قدر شب قدر است. اگر قدر و منزلتش را ندانیم، باز دیگه شب قدر برای ما و شما خدای ناخواسته این نعمت بزرگ از پیش ما میمانه و از بزرگترین نعمت محروم. زنده باشی، بسیار مقبول، تعریف بسیار خوب، بسیار به زبان فهمه که هر هموطن ما طفل و پیر و جوان و خرد و کلان واقعا چی کردن درک کردن. فقط من یک چیز داخل زیاد میکنم، مجسد به گفته سهیلی که بندای گرامی یادتان باشه که اردها و ارد به اصطلاح دیاهش هم قبول نمیشه مگر ای که ما از دل دعا کنیم، خدا به خدای خود نزدیک کنیم و بگوی یادتان باشه که چشم سر بیننده دلدار نیست. کوشش کن که در این شبها چشم دل آری بدست، دل روشن بسازیم، دل پاک بسازیم، دل بیشتر به خدای یکتا نزدیک بسازیم تا بتانیم اون راز نیاز خودمون تو که پیشتر مجیزه بود با سوز دل با عشق چشم به خالق خود و دار خود برسانیم و از اینجا تقاضای مغفرت رو قبول کنیم. یک جهان سپاس جناب مجدی صاحب که با ما بودین، یک شب بسیار خوب، شب بسیار زیبا و امیدوار هستم که ما را شما بزرگا ادعا فراموش نکنین و امیدوار هستم که در این شب و قدر در این شبای زیبا هموطنان ما هم به خود دعا کنن، هم برای وطنداران دردمند ما در داخل کشور دعا کنن که بخیر وطن ما آرام شود و مردم ما از مصیبت و بدبختی نجات پیدا کنن. با امید شبهای بهتر و روزهای بهتر. جهان سپاس جناب مجلسیب که با ما بودین و سلام برسانین برای دوستا. بازم روزها و عبادت های شما مقبول درگاه ایزدی باد. بسیار زیاد تشکر، لطف کردین. شما هم از دعایتان فراموش نشین، بلکه از بیننده های خود میخواییم، بیننده های خوب و تندارهای خوب خود، که اینا ما را از دعا فراموش نکنن. هرچی اشتباه گفته باشم او از نفس و مست، و آنچه را از خیر شنیدین و به خیر عمل بکنین او از جانب الله بوده. انشاءالله که همگی در دعا همه یکی دیگر یاد میکنیم، وطنک ما را از یاد نبریم، خدای تعالی به وطن ما یک رحم خاص خدا بکنه و شب نیایش و دعاها است. بسیار زیاد تشکر از شما نصیر جان خالد که شما همیش لطف کردین و همه افغان ها رسیدین و ما را می موقع را دادین، گرچه چند بار شما خواهش کرده بودین و کمی از ما بوده نتانستیم خدمت برسیم. و انشاءالله اگر بدانیم که مؤثر است صحبت های ما، اگر بدانیم که رسیدگی به وطن دارای خود می کنیم، چرا نه؟ انشاءالله ما در خدمت هستم، همیش به خدمت هستم. شب خوش داشته باشین، شب و روزهای خوبی. انشاءالله که باز ما و شما به تماس می باشیم. هر وقت هر امر خدمت باشه ما به خدمت هستیم. الله پاک نگهدار شما. تشکر است. خداحافظ.